خب حالا شما فرض کنید که یک سری چک های اولیه داشته باشید و یک سری از خط ها همدیگر تلاقی کرده باشند و شما بخواین این رو یه جورایی اون امتداد خط رو برش بدید یا تریم کنید یا موارد این چنینی رو انجام بدید چطور میتونید ازش استفاده کنید؟ خب اینجا یک گزینه داریم تحت عنوان تریم entities که خب کاری که برای شما انجام میده این هست که خطهای تلاقی رو بر اساس آپشنی که شما بهش میدید میاد و برای شما تریم میکنه یا اصطلاحا برش میده که خب میتونید از این مورد هم استفاده کنید و خیلی به دردتون میخوره برای مثال بیایم و چند تا خطی رو رسم کنیم یک مثالی رو بتونیم رسم کنیم با هم دیگه که بتونیم کاربرد روش های مختلف تریم رو یه جورایی با هم دیگه ببینیم من کاری که انجام میدم سه تا لاینه یا سه تا خط افقی و سه تا خط عمودی رو رسم میکنم خب الان این کار رو انجام دادم یه جورایی و منتظر میشیم تا این موارد رو رسم خب من الان یه همچین مواردی رو دارم میتونه هر چیزی باشه حالا ما لاین داریم میتونه رکتنگل بینش باشه میتونه سرکل باشه میتونه این شکلی این موارد این شکلی باشه بنابراین مهم نیست که اینجا چه چیزی رو انتخاب کردیم ولی ما توی محیط اسکچ هستیم و میخوایم الان یک چیزی رو تریم کنیم من روی تریم که بزنم تریم انتیتیز ببینید سمت چپ برای من 5 تا آپشن باز میشه که میتونیم از این 5 تا آپشن استفاده کنیم و کارمون رو جلو ببریم آپشن اول پاور تریم هست کورنر تریم وی اینساید تریم وی و تریم تو کلوزست که خب میتونیم از همه این موارد استفاده کنیم اما من چیزی که معمولا به شما پیشنهاد میدم تریم تو کلوزست هست که میتونه کاربردی تر باشه و ازش بهتر استفاده کنید اما به هر حال همه این موارد رو من الان خدمت شما توضیح میدم خب پاور تریم رو داریم که خب پاور تریم شما موستون رو هر جای نگه دارید اینجا مثلا من موس رو نگه میدارم کلیک سمت چپ موسمو رو میگیرم و فشار میدم نگه میدارم و حرکت میدم موسمو رو میبینه یک لاینی یا یک تیلی پشت سر کرسر یا موسم من ایجاد میشه و این لاین هر چیزی رو که قطع کنه برای شما این تریم میشه و حذف میشه و میتونید انجامش بدید خب پس یک همچین شکلی رو ما با پاور تریم میتونیم انجام بدیم توضیحش هم اینجا داده شما میتونید اگر که به نظرتون یک مقداری گنگ هست یا سخت مفهومش میتونید توضیح رو هم بخونید تو دیگه حالا احتیاج نیست من دارم به شما این رو توضیح میدم بنابراین کلیک سمت چپ رو نگه میداریم حرکتش میدیم و هر آیتمی که بهش برخورد کنه اون رو تریم میکنه و سر راه بر میداره من کنترل زد میزنم که این موارد دوباره برگرده به حالت اولیه. دوباره روی تریم میزنم این بار کورنر یا گوشه رو انتخاب میکنم کورنر یا گوشه به این صورت هست بچه ها که شما دو تا آیتم رو انتخاب میکنید مثلا این و این یا حالا این و مثلا این مورد اتفاقی که میفته گوشه این آیتم ها رو برای شما نگه میداره و یک گوشه دیگر رو برای شما حذف میکنه خب اگر برعکسش رو انجام بدیم مثلا این و این میبینید این, این دفعه گوشه بالا سمت چپ رو برای من نگه داشت و گوشه پایین سمت راست رو دوتا گوشه یا دوتا خط رو برای من حذفش کرد خب این هم مواردی است که میتونید ازش استفاده کنید بستگی داره تو هر کیسی که نیاز داشته باشه میتونید از این موارد استفاده کنید یه مورد دیگه داریم به اسم Trim Away Inside این بار از شما میخواد که سه تا آیتم رو حالا انتخاب کنید مثلا دو تا آیتم افقی رو من انتخاب کردم و یک آیتم عمودی اتفاقی که میفته اون آیتم یا اون لاینی که بین این دو تا آیتم افقی گیر کرده و روی این خط عمودی قرار داره رو برای شما حذفش میکنه برای مثال میام این رو این مورد میام این مورد و این مورد رو انتخاب میکنم و این بار مثلا اینجا رو انتخاب میکنم این لاین رو انتخاب میکنم این رو یه روش یک بار کلیک میکنم و بینش حذف میشه خب حالا دوباره بیام یک بار دیگه امتحان کنیم گفتم میخوام این اینجا رو حذفش کنم دوباره من یک بار تریم رو میزنم این لاین و این لاین افقی رو انتخاب میکنم و این لاین عمودی رو انتخاب میکنم بینش رو برای شما بچه ها حذف میکنه حالا این تریم وی اینساید بود یعنی داخل یا اینساید رو برای شما هستش میکرد حالا اگه بخوایم تریم وی اوتساید باشه به چه صورت هست میخوایم بیرون رو برای ما حذف کنه به فرض من میخوام اینجا و اینجا برای من حذف بشه دوباره این رو تریم رو انتخاب میکنم این بار تریم وی اوتساید رو میزنم خط اول خط دوم خط سوم دوتای اوتساید رو برای من حذفش کرد و خب میتونه به شما توی مواردی که احتیاج دارید کمک کنه خب میتونید ازش استفاده و اما تریم آخر و کاربردی ترین تریمی که میشه ازش استفاده کرد شاید بهتون بگم که از بین این پنج مورد پاور تریم یا تریم اولی که اینجا دیدیم و تریم تو کلوسست برای ما بهترین کاربرد رو داشته باشم معمولا و خب من خود من به شخصه از این دو حالت بیشتر از اون سه حالت میانی استفاده میکنم خب تریم تو کلوسست کاری که انجام میده اینه شما رو هر لاینی که بخوای نگهداری اون لاین رو برای شما هایلایتش میکنه به این صورت و شما فقط با یک کلیک روی اون میتونید حذفش کنید به فرض من اینجا به فرض من اینجا یک مستطیلی دارم و یک دایره ای رو اینجا داخلش رسم کردم خب میخوام که موارد داخلی این دایره میخوام اینجا این قسمتی که دارم با کرسر نشون میدم و این قسمتی که دارم با کرسر نشون میدم رو حذف کنم و خب این دور اطراف رکتنگر رو حذفش کنم کاری که انجام میدم Trim تو کلاسس رو انتخاب میکنم این مورد این مورد این مورد به این صورت انتخابشون میکنم تا حذف بشن و خب به همین صورت این بیرونی ها رو هم انتخاب میکنم و میبینید که یک بار اسکیپ رو میزنم به فرض این دوتا لاین رو هم انتخاب میکنم و حذفش میکنم و میبینید که اون مواردی رو که بهشون نیاز داشتم رو برای من نگه داشت و اونایی رو که نمیخواستم رو برای من اومد حذفش کرد یا تیریمش کرد پس ابزار تریم یک ابزار خیلی خیلی قدرتمنده شما میتونید با استفاده از اون خطهایی رو که نمیخواین یا مواردی رو که نمیخواین رو پاک کنید پنج حالت داشت و پنج حالتش رو اما ما اینجا با همدیگه دیدیم که به چه صورت هست میتونیم با اینها کار کنیم